دهمین فایل ثروت. افراد ثروتمند دریافت کننده های عالی هستند. اگر بخواهم مهمترین دلیلی را بگویم که باعث می شود استعدادهای مالی اکثر افراد شکوفا نشود، آن دلیل این است: بیشتر افراد دریافت کننده های خوبی نیستند. ممکن است آنها در دادن چیزی خوب باشند یا خوب نباشند، اما در دریافت کردن بسیار بد عمل می کنند و چون در دریافت کردن خوب نیستند، توانایی های بالقوه مالی آنها شکوفا نمی شود. مردم به چند دلیل در دریافت کردن دچار مشکل هستند. اولا، بسیاری از افراد احساس بی‌ارزشی و بی‌لیاقتی می کنند. این سندروم در جامعه ما بسیار شایع است. حدس می زنم بیش از 90% افراد جامعه احساس می کنند به اندازه کافی خوب نیستند. این عدم اعتماد از برنامه ریزی های معمول ذهن ما می آید. دلیل این است که در ازای هر 20 دفعه نشنیدن یک بار بله می شنویم. 10 بار به ما می گویند این کارت اشتباهه و 1 بار می گویند کارت درست بود. 5 بار میگوین تو احمقی، 1 بار میگوین تو عالی هستی. حتی اگر والدین یا سرپرستان ما خیلی مهربان بودن، اما در نهایت اکثر ما به این احساس میرسیم که نمیتوانیم انتظارات آنها را برآورده کنیم و دوباره به خودمان تلقین میکنیم به اندازه کافی خوب نیستیم. علاوه بر این، بسیاری از ما در زندگی با تنبیه کردن مواجه شدیم. یعنی اگر کاری را اشتباه انجام دهید، باید تنبیه شوید. بعضی از ما را والدینمان و بعضی دیگر را معلم‌هایمان تنبیه کردند و برخی دیگر را به شیوه‌های دیگر تنبیه می‌کنند و می‌ترسانند. حالا ما بزرگ شدیم. آیا این مسائل تمام شدند؟ برای بیشتر افراد اینطور نیست. تنبیه در ذهن آنها شرطی شده. وقتی این افراد کار اشتباهی انجام می دهند یا در کار خود عالی عمل نمی کنند، چون کسی نیست که آنها را تنبیه کند. به طور ناخودآگاه خودشان را تنبیه می کنند. وقتی آنها کودک بودند، شاید تنبیه آنها این گونه بود: کارت بد بود، پس از شیرینی خبری نیست. اما امروزه تنبیه آنها عوض شده: کارت بد بود، پس از پول خبری نیست. به همین دلیل است که برخی از افراد برای درآمد خودشان محدودیت قائل می شوند و به همین دلیل است که عده دیگر به طور ناخودآگاه موفقیت هایشان را از بین می برند. تعجبی ندارد که افراد در دریافت کردن مشکل دارند. اگر یک اشتباه کوچک انجام دهید، محکوم هستید تا آخر عمرتان با بدبختی و فقر زندگی کنید. به نظرتان بی‌رحمانه نیست؟ ذهن شما از کی منطقی شده؟ بار دیگه میگم، ذهن شرطی شده حاوی پوشه ای از فایل های برنامه ریزی های قدیمی، معناهای ساختگی و داستان های از مصیبت و درام است. منطق قوی ترین بخش ذهن نیست. چیز را که در سمینارهایم آموزش میدهم و ممکن است حال شما را بهتر کند به شما میگویم. در پایان مهم نیست که شما احساس با ارزشی کنید یا نه. مهم اینه که در هر دو صورت میتونید ثروتمند شوید. بسیاری از افراد ثروتمند هم کاملا احساس با ارزش بودن نمی کنند. در حقیقت یکی از انگیزه های اصلی برای ثروتمند شدن اثبات خود و ارزش ها به خودتان و دیگران است. اینکه بگوییم خود ارزشی برای ثروتمند شدن ضروری است فقط یک ایده و در دنیای واقعی لزوماً این ایده درست نیست. همانطور که قبلا اشاره کردیم، اگر می‌خواهید لیاقت خودتان را با ثروتمند شدن ثابت کنید، شاید با این کار خوشحال‌ترین فرد نمی‌شوید. پس بهتر است به خاطر دلایل دیگری ثروتمند شوید. البته باید بدانید احساس بی‌ارزشی مانع رسیدن شما به ثروت نمی‌شود، حتی از نقطه نظر مالی. این احساس می‌تواند انگیزه مهمی برای ثروتمند شدن شما باشد. از شما می‌خواهم چیزی را که با شما در میان می‌گذارم به صورت کامل یاد بگیرید. شاید این یکی از مهمترین لحظات زندگی شما باشد. آماده اید؟ بیایید شروع کنیم.
چیزی به اسم ارزشمند بودن یا نبودن وجود ندارد و کاملا ساختگی است. بار دیگر میگویم این ما هستیم که به هر چیزی معنا میدهیم. شما را نمیدانم، اما من هرگز نشنیدم در هنگام تولد صف مهر زدن وجود داشته باشد. آیا میتوانید تصور کنید خداوند قبل از تولد هر نوزادی روی پیشانی او مهر با ارزش یا بی ارزش بزند؟ چنین چیزی وجود ندارد. شما هستید که تعیین میکنید و تنها خودتان هستید که میتوانید درباره با ارزش بودن خودتان تصمیم بگیرید. این به دیدگاه شما مربوط است. اگر بگویید با ارزش هستید، پس با ارزش هستید. اگر بگویید بی ارزش هستید، پس بی ارزش هستید. در هر صورت شما با این داستان زندگی میکنید و این بسیار مهم است. دوباره میگویم شما با این داستان زندگی میکنید. خب چرا مردم با خودشان این گونه رفتار میکنن؟ چرا مردم داستان خیالی درست میکنن و خودشان را بی ارزش میدانن؟ این به علت طبیعت ذهن ما و بخش حفاظتی ذهن ما است که همیشه به دنبال چیزهای اشتباهه. تا به حال دقت کردید که سنجاب اصلاً به این چیزها توجه نمی کند؟ می توانید تصور کنید سنجابی بگوید چون نمی توانم گردوهای زیادی برای زمستان جمع‌آوری کنم پس بی‌ارزش هستم. فکر نکنم چنین چیزی بگوید. این جانور هیچ وقت چنین حرفایی را به خودش نمی گوید. فقط بشر، این اشرف مخلوقاته که می تواند برای خودش حد و مرز قائل شود. خیلی وقتها می گویم اگر یک درخت بلوط 30 متری ذهن بشر را داشت فقط 3 متر رشد می کرد. پس پیشنهادی به شما می دم. از اونجایی که تغییر داستان زندگیتان از تغییر بی ارزشی شما آسان‌تر است، پس داستان زندگیتان را عوض کنید. خیلی راحت داستان مفیدتر و سازنده‌تری بسازید و با آن زندگی کنید. شاید بگویید نه، من نمیتوانم این کار را انجام دهم. من نمیتوانم خودم با ارزش بودن یا نبودن خودم را تعیین کنم و باید شخص دیگر این کار را بکند. و من میگویم ببخشید که این را میگویم، ولی دارید مزخرف میگویید. فرقی نمی کند چه کسی این حرف را بگوید یا در گذشته گفته باشد. این شما هستید که باید باور کنید و شخص دیگری نمیتواند این کار را انجام دهد. برای اینکه احساس بهتری پیدا کنید بیایید بازی را شروع کنیم و من در این بازی کاری میکنم که برای هزاران نفر در سمینارهایم انجام میدهم. یک لحظه خاصی است و من از شما میخواهم هر گونه حواس پرتی را از خودتان دور کنید. چیزی نخورید، با تلفن همراهتان صحبت نکنید و عملا هیچ کاری نکنید. آقایان، اگر میخواهید کت و شلوارتان را بپوشید بهتر هم میشود. خانم ها هم میتوانند لباس رسمی با کفش پاشنه بلند بپوشند. اگر لباس شیک یا نو ندارید حتما بروید یک دست لباس نو مارکدار قشنگ بخرید. خب اگر آماده هستید شروع میکنیم. لطفا زانو بزنید و سرتان را به نشانه احترام خم کنید. آماده اید؟ بدین وسیله با قدرتی که دارم شما را از این لحظه به بعد و تا آخر عمرتان با ارزش اعلام میکنم. خب تمام شد. حالا بایستید و سرتان را بالا نگه دارید، زیرا شما از این لحظه به بعد با ارزش هستید. چند نصیحت برای شما دارم. دیگر به دنبال ارزش بودن یا بی ارزشی بودن نباشید و برای ثروتمند شدن اقدامات لازم را انجام دهید. دومین دلیل مهمی که مردم در دریافت کردن مشکل دارند این باور است که دادن بهتر از دریافت کردن است. بذارید راحت بگویم، مزخرفه. این واقعا جمله چرندیه. این جمله معمولا توسط افرادی تبلیغ می شود که دوست دارن شما دهنده باشید و آنها دریافت کننده. کل قضیه مزخرفه. کدوم بهتره، سرد یا گرم، بزرگ یا کوچیک، چپ یا راست، درون یا بیرون؟ دادن و گرفتن دو روی یه سکه. هر کسی گفته دادن بهتر از گرفتن است ریاضیش ضعیف بوده.
هر دهنده‌ای باید گیرنده‌ای داشته باشه و هر گیرنده‌ای باید دهنده‌ای داشته باشه. به این فکر کنید. اگر کسی نباشه که بگیره، شما چطور میتونید بدهید؟ هر دو باید در تعادل کامل باشن تا یک به یک و 50-50 کار کنن و از آنجا که دادن و گرفتن باید همیشه برابر هم باشن، باید اهمیتشان هم یکسان باشد. گذشته از این، دادن چه حسی دارد؟ بیشتر ما قبول داریم که دادن حس فوق‌العاده و ارضا کننده‌ای دارد. اما اگر شخص دیگر نخواهد بگیرد، دادن چه حسی خواهد داشت؟ بیشتر ما قبول داریم که حس افتضاحی دارد. پس بدانید اگر شما نخواهید بگیرید، در واقع دارید کسانی را نابود می‌کنید که می‌خواهند به شما بدهند. شما در عمل آنها را از لذت و خوشی ناشی از بخشندگی محروم می‌کنید. در عوض احساس مزخرفی برایشان ایجاد خواهید کرد. چرا؟ باز همچون همه چیز انرژی است و وقتی میخواهید بدهید اما نمیتوانید، این انرژی نمیتواند بروز کند و در درون شما گیر میافتد. این انرژی گیر افتاده به احساسات منفی تبدیل میشود. آنچه وضعیت را بدتر میکند این است که وقتی شما راضی نیستید بگیرید، در واقع دارید جهان هستی را آموزش میدهید که به شما چیزی ندهد. ساده است. اگر شما نمیخواهید سهم خود را بگیرید، سهمتان به کسی تعلق خواهد گرفت که آن را میخواهد. به همین دلیل است که ثروتمندان ثروتمندتر میشوند و فقرا فقیرتر. نه اینکه ارزشمندتر باشند، بلکه به این دلیل که آنها میخواهند بگیرند اما فقرا نمیخواهند. من این درس را زمانی یاد گرفتم که به تنهایی در جنگل چادر زده بودم. وقتی میخواستم محل اقامت دو روزم را آماده کنم، بالای چادر را به درخت گره زدم و پایینش را به زمین بستم تا وقتی میخوابم سقفی 45 درجه بالای سرم باشد. خوش شانس بودم که این خانه نقلی را برای خودم آماده کردم چون تمام شب باران بارید. وقتی صبح از پناهگاه هم بیرون آمدم، دیدم که من و تمام چیزهایی که زیر چادر بودن چقدر خشک و تمیز ماندیم، اما در این حال نمی توانستم به گودال عمیقی که در انتهای چادر جمع شده بود توجه نکنم. ناگهان صدایی از درونم به من گفت طبیعت کاملا بخشنده است و تبعیض قائل نمی شود. وقتی باران می بارد باید به همه جا برود. اگر بخش خوش بماند بخش دیگری دو برابر خیس می شود. بالای گودال ایستاده بودم که پی بردم این مسئله دقیقاً در مورد پول هم صدق می کند. پول خیلی زیاد است. میلیارد ها میلیارد دلار پول در دنیا وجود دارد. کاملاً وافر است و باید همه جا برود. مسئله اینه اگر کسی نخواهد سهم خودش را بردارد، باید این سهم به کسی برسد که می خواهد. برای باران مهم نیست به چه کسی می رسد. برای پول هم همینطور. در این قسمت از سمینار ذهن میلیونر به مردم دعای خاصی را یاد می دهم که بعد از تجربه هم در زیر چادر آن را ساختم. تا حدی لحن شوخی دارد اما نکته آن واضح است. دعایم اینه. دنیا، اگر قرار است چیز خوبی به کسی برسد و او خواهانش نیست، آن را برای من بفرست. من با آغوش باز تمام عطایای تو را پذیرا هستم. شکرگزارم. به تمام حضار میگویم این دعا را با من تکرار کنند و همه از هیجان دیوانه میشوند. هیجان آنها به این خاطر است که احساس آمادگی کامل برای دریافت یک چیز خیلی شگفت انگیز دارند. و دلیلش هم اینه که انجام این کار کاملا طبیعی است. هر کاری که برخلاف این مسئله انجام دادید تنها داستانی است که به درد شما یا هیچ کس دیگری نمیخورد. داستان را رها کنید و پول به سوی شما میآید. افراد پولدار سخت کار میکنند و معتقدند دریافت پاداش خوب در ازای تلاشهایشان و در ازای ارزشی که در اختیار ما قرار میدهند کاملا امر صحیح و به جایی است. افراد فقیر هم سخت کار میکنن اما به خاطر احساس بی‌ارزشیشان متقاعد میشوند که به جا نیست اگر در ازای تلاشهایشان و در ازای ارزشی که در اختیار ما قرار میدهند پاداش خوبی دریافت کنند. این باور
آنها را به قربانیان عالی تبدیل می کند و البته اگر پاداش خوب بگیرید چطور می توانید قربانی خوبی باشید؟ بسیاری از افراد واقعا فکر می کنند انسانهای بهتری هستند چون فقیرند. آنها به نوعی احساس می کنند متدینتر، روحانیتر و یا حتی بهتر هستند. چرنده، تنها چیزی که افراد فقیر دارن فقره. در حین جلسه آقایی با چشمان گریان پیش من آمد و گفت وقتی مردم پول ندارن چطور میتونم پول زیاد و احساسات خوب رو با هم داشته باشم؟ چند سوال ساده از او پرسیدم. گفتم اگر خودت فقیر باشی چه لطفی در حق فقرا کردی؟ اگر ورشکست شوی به چه کسی کمک کردی؟ آیا خودت هم دست نیاز پیش دیگران دراز نخواهی کرد؟ آیا بهتر نیست برای خودت ثروت به دست بیاوری و سپس بتوانی واقعا از موضع قدرت به دیگران کمک کنی؟ گریهش را متوقف کرد و گفت برای بار اول فهمیدم. باورم نمی شود که طرز فکر مسخره‌ای داشتم. هارو به نظرم زمان آن فرا رسیده که پولدار شوم و به دیگران کمک کنم. ممنونم. به صندلیش برگشت در حالی که انسان دیگری شده بود. مدتی قبل ایمیلی برایم فرستاد و گفت که درآمدش 10 برابر قبل شده و احساس خیلی خوبی هم نسبت به آن دارد. می گفت از همه بهتر این که وقتی به دوست یا فامیل نیازمندی کمک می کنم خیلی خیلی حس خوبی به من دست می دهد. این من را به نکته مهمی می رساند. اگر امکان داشتن پول زیادی را دارید آن را از دست ندهید. برخی انسان ها هرگز فرصت این را پیدا نمی کنند که پولدار شوند. اگر شما یکی از آن افراد خوششانسی هستید که توانایی این کار را دارید و مطمئنم همه شما جزو این افراد هستید چون اگر نبودید چنین کتابی را نمی خوندید یا گوش نمی کردید. از این امکان به نحو احسن استفاده کنید. پولدار شوید و سپس به افرادی کمک کنید که فرصتی مانند شما برایشان پیش نیامده. این بسیار عاقلانه تر از آن است که ورشکست شوید و به کسی کمک نکنید. یک مورد دیگه. از شما میخواهم دیوانگی را تمرین کنید و هر مقدار پولی را پیدا یا دریافت کردید از احساس هیجان و قدردانی دیوانه شوید. جالب است. وقتی ورشکسته بودم و سکه‌ای را روی زمین می دیدم، هرگز خم نمی شدم تا آن سکه ناچیز را بردارم. اما حالا که پولدار شدم، هر چیز را که شبیه پول باشد بر می دارم. سپس آن را می بوسم تا برایم خوششانسی بیاورد و با صدای بلند می گویم من آهن ربای پول هستم. ممنونم، ممنونم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. من آنجا نمیستم تا در مورد ارزش آن پول قضاوت کنم. پول پوله و پیدا کردن پول نعمتی از سوی کائنات است. حالا که اینقدر آماده دریافت هر چیزی هستم که به سمتم بیاید این کار را میکنم. اگر میخواهید ثروت ایجاد کنید کاملا لازم است از هر نظر آماده گرفتن باشید. همچنین اگر قصد حفظ ثروتتان را هم داشته باشید این کار لازم است. اگر شما یک گیرنده ضعیف باشید و به طور اتفاقی مبلغ هنگفتی پول پیدا کنید به احتمال زیاد به سرعت این پول برباد خواهد رفت. دوباره اول درون بعد بیرون. اول جعبه دریافتتان را بزرگتر کنید. سپس نگاه کنید که چطور پول به داخل آن می‌ریزد و پرش می‌کند. جمله تأکیدی دستتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید من یک گیرنده عالی هستم. من آماده دریافت مقادیر هنگفتی پول در زندگی خود هستم. با انگشت سبابه سرتان را لمس کنید و بگویید من یک ذهن میلیونر دارم. تمرین های ذهن میلیونر 1. گیرنده عالی بودن را تمرین کنید. هر بار که شخصی به نوعی از شما تعریف می کند، بگویید ممنون. این تعریف را در همان وقت به شخص مورد نظر برنگردانید.
این مسئله به شما اجازه می دهد که تعریف مورد نظر را به طور کامل دریافت کرده و صاحب شوید و مانند بسیاری از مردم آن را از خود منحرف نکنید. همچنین این کار به دهنده تعریف اجازه می دهد که از دادن تعریف لذت ببرد بدون اینکه تعریفش دوباره به سمت خودش پرت شود. 2. هر مقدار پول را که پیدا یا دریافت کردید باید با شور و شوق برایش جشن بگیرید. فریاد بزنید: من آهن ربای پول هستم. ممنونم، ممنونم، ممنونم. خدایا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. این شامل هر نوع پولی می شود. پولی که روی زمین پیدا می کنید، پولی که هدیه می گیرید، پولی که از دولت می گیرید، پولی که به عنوان حقوق می گیرید و پولی که در ازای کسب و کارتان می گیرید. به یاد داشته باشید این دنیا برای پشتیبانی از شما برپا شده. اگر همواره اعلام کنید که آهنربای پول هستید، خصوصا اگر برای این گفته دلیل هم داشته باشید، دنیا خواهد گفت باشه و برایتان پول بیشتری خواهد فرستاد. 3. به خودتان برسید. حداقل یک بار در ماه کار خاصی برای تغذیه خود، روح و روانتان انجام دهید. به مرکز ماساژ بروید، یک شام یا ناهار خیلی خوب بخورید، برای آخر هفته قایق یا کلبه اجاره کنید، ترتیبی بدید که کسی برایتان در تخت خواب صبحانه بیاورد، کارهایی بکنید که به شما اجازه دهد احساس ثروتمندی و شایستگی کنید. باز هم انرژی که از این نوع تجربه ساطع می‌کنید به جهان پیام خواهد داد که شما زندگی مرفهی دارید و باز هم جهان کار خود را انجام داده و خواهد گفت باشه و فرصت زندگی مرفه‌تری را به شما خواهد داد.